درسای گذشته را خوبتر یاد گرفته باشین، دیگه همراه والدین گرامیتون تکرار کرده باشین، اگه یاد نگرفتیم تکرار بکنیم انشاءالله. و درس گذشته را ما خواندیم که آبی بود که با وضو کردن با او درست بود، یعنی آبی پاک، آبایی که مطلقا پاک هستن. و این درس جدید ما، بدون درس ما، آبی که وضو کردن با او درست نیست، یعنی از این آب ما نمیتونیم به قسمی به جای وضو کردن از اون استفاده بکنیم، این استفاده کرده نمیتونیم. شما دقت گوش بکنید، صفحه درستان هست، صفحه 25. خب، ما به کدام آب وضو کرده نمیتونیم؟ شاگردان عزیز، انشاءالله متوجه هستیم؟ خب، بسیار خوب. آبی که از درخت یا از میوه خارج میشد، اون او دیگر و اون شکل خود و طبیعت خود از دست میده، ما از اون نمیتونیم که استفاده بکنیم. خب، اگرچه به صورت طبیعی را آب گفته میشد، اما چی به طریق فشردن باشه و چی به طریق غیر فشردن باشه، وقتی که از او آب میاد، یک نوع طبیعت خود را تغییر میده، ما از او استفاده کردن نمیتونیم. و آب سه صفت داره. هر وقتی که امی سه صفت آب اگه این تغییر بخوره، ما در وضو کردن نمیتونیم. این سه صفت آب کدام هست؟ یکی هم مزه آب است. مثلا ما آب رو مثلا میبینیم که وقتی از او استفاده میکنیم، در مزه از تغییرات است. شما وقتی دیدیم که مثلا امی آب از درخت میاد، مثلا فشرده میشه از میوه‌جات هرچی، شما ببینید که مزه از او یا طعمی از او یعنی نوع با آب خالص بسیار تغییرات خاص خود داره. پس یونا ما از این وضو کردن نمیتونیم. دوم، رنگ آب است. مثلا شما در اینجا ببینید آب است، امروز آب سیلاب میاد، امروز یک جا مخلوط میشه. شما ببینید که رنگ آب تغییر میکنه. وقتی که رنگ آب تغییر کرد، وقتی که اما رنگی که با رنگ سیلاب مثلا با آب خالص رنگش غالب تر شد، با ما از او درست ما از او وضو کردن نمیتونیم. و سومین از صفات آب، بوی آب است. یعنی مزه، رنگ، بوی، سه صفات است. یعنی بوی آب بایدونه وقتی که آب استفاده میکنیم، از آب خالص کرده و بوی آب دیگر یک نوع تغییرات خاص خود داره، ما از این وضو کرده نمیتونیم. خب، این بود سه نوع صفات آب. یعنی وقتی که شما خوب تو قطره برای حافظتون را بسپارید، وقتی در آبی که یعنی سه صفات از این اگر نبود، سه صفات از این در آب نبود، اگر این آب پاک بود، این سه صفاتی که مزه، رنگ، بوی است، این وقتی که در یاد تغییرات نامد، ما وضو کردن میتونیم. وقتی که این سه نوع صفاتی که در آب تغییرات آمد، هم رنگش تغییر داشت و هم مزهش تغییر داشت و هم بویش تغییر داشت، ما وضو کرده نمیتونیم. و یک چیزی که براتون میگم، آبی است که مثلا مردم را عرفاً آب نمیگن. مثلا به طور مثال آبی میوه‌جات، مثلا آبی سیب میباشه یا به نام جوز سیب که میگن، و آبی انار یا آبی
که جوسی انار یا جوسی ام و یا ما از این استفاده کرده نمیتونیم. چرا؟ یا عرفن از روی عرف یکی از آب اطلاق نمیشه و یکی از آب مستعمل. ما آب مستعمل هم نمیتونیم که از روی استفاده بکنیم. اما آب مستعمل قسمی در درسی گذشته براتون گفتم، آب مستعمل پاک هست اما پاک کننده نیست. آب مستعمل در حقیقت بهتر است که انسان از این خودداری بکنه، بخاطر از اینکه انسان وقتی که وضو میکند باید آب بسیار پاک وضو بکنه، وقتی که عبادت به پروردگار خود تقدیم میکند باید اما آب از آب پاک استفاده بکنه، آبی با آب پاک وضو بکنه تا که اما وضوش هم درست شود، تا هم فضیلت وضو را به دست بگیرد و این را وضو میتونه که عبادتش به نزد پروردگار به طریق بسیار خوبتر صورت بگیرد. و این بود خلاصه درس ما. گفتیم در درس گذشته ما خواندیم که آبی که با وضو کرده نمیتونیم وضو کرده میتونیم و آبی که با وضو کرده نمیتونیم و ان شاء الله مشخصات از ره برای شما به گونه خوبتر بیان کردم. خدا کنه که شما یاد گرفته باشین. اگر مشکل سوال داشتین از طریق واتساپ مکتب و معلمین با ما در تماس شوید، ان شاء الله مشکلات شما حل خواهد شد. حالا بریم به مضمون قرآن کریم. شما صفحه درس را بکشین. مضمون قرآن کریم درس گذشته ما بود سوره اخلاص. صفحه درس ان شاء الله پیدا کردین. بسیار خوب. بعد از سوره اخلاص سوره کوثر میاد. من به دو طریقه براتون میخوام، یکی به طریق هجایی یا هجیگی و دوم به طریق روانی. حالا شما دقت بکنید به سوالاتی که حرکاتی برای شما ادا میشه، شما این را دقت بکنید. یک بار براتون به طریق هجایی میخوانم، باز به طریق رویخانی یا روانی. بسم الله الرحمن الرحيم. همزه منذر إن نون ألف مد زبرنا إن همزه عين زبر ع طايا زبر طي نون ألف زبرنا إن أعطينا كاف لام زبر كل كاف واو زبر كو ثا زبر ثا را زبر را إنا أعطيناك الكوثر فا زبر فا صاد لام زبر صل لام زلي فصلي لام زلي را با زبر را با زلي كاف زبر ك فصلي لربك واو نون زبر ون حا را زبر ح فصل لربك وانحر. همزه نون زر إن نون زبرنا إن شين ألف زبر شا نون زر ني همزه زبر أ كاف زبرك إن شانئك حا بشحو واو لام زبر ول إن شانئك هو ال همزه با زبر أ تا زبرت را بشرو إن شانئك هو الأبتر. شکران عزیز. آره دقت بکن به طریق روانی برتون میخوام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. شاگردان عزیز، این بود درس مضمون قرآن کریم ما سوره کوثر. خدا کنه تیر شما یاد گرفته باشیم، چون سوره بسیار سوره کوتاه است. شما این را حفظ بکنید به طریق تجوید و این را وقتی شما در نماز میخوانید نماز شما درست صورت بگیرد. اگر مشکل و سوال داشتین
از طریق واتساپ مکتب و معلمین با ما در تماس شوید. انشاءالله مشکلات شما حل خواهد شد. تا درس بعدی خداوند حافظ.